دفع خون از طریق اعضا به شکل حجامت یا همین قمیزنی خیلی تأثیر بسیار عالی داره در بهبود وضع اونا و درمانشون، به خاطر اینکه این گلوبول ها که دفع میشن بدن نشاط پیدا میکنه و در از اکسیژن رسانی به اعضا خیلی بهتر انجام میشه. انجام قمیزنی معمولا به استخوان جمجمه آسیب نمیرسونه چون معمولا سطحی انجام میشه، ولی در مواردی که خراشای جزئی رو جمجمه هم داشته به خاطر سفتی استخوان اینا یه مشکلی ایجاد نمی کنه. ترمیم زخم های قمیزنی که معمولا شکاف های گاهی شاید عمیق هم باشه توجیه علمی نداره واقعا، به خاطر اینکه بعد از انجام قمیزنی معمولا افراد قمیزن میرن حمام استحمام میکنن و بعد هیچ مشکلی پیش نمیاد. این توجیه علمی نداره چرا حالا به این راحتی بدون اینکه عفونتی بکنه یا مشکلی پیش بیاد، و قطعا از نظر اعتقادی ما این رو از برکت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونیم. سر این قمیزنی نوع حجامت و حجامت سر که بهترین حجامت ها هست. ما نمیخوام بگیم که بالاخره کار پزشکی هست، ما اگر روزه میگیریم روزه را به دلیل فرمان خدا میگیرم، نه برای اینکه موجب صحت و تندرستیه. مسائل بهداشتی را ما با مسائل اعتقادی قاطی نمی کنیم. خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب قیم القدیر، یکی از بزرگان حوزه برای من نقل میکرد، میگفتش که من در کربلا روز عاشورا تو حرم تو صحن مطهر آقا امام حسین ایستاده بودم، تو یکی از ایوان یکی از اتاقا کنار علامه امینی ایستاده بودم. علمای سنی بغداد اومده بودن در کربلا برای تماشای عزاداری، ناگهان هیئت های قمیزن غرق در خون ریختن تو حرم، و بعدم هیئت های سینه زن که از سینه هاشون از زنجیر خون میریخ، سینه زن که از سینه هاشون خون میریخ، علل خدود لاتمات تو صورت زده بودن صورت و سر و غرق در خون. این عالم سنی و از اپیرید آرام آرام مد کنار علامه امینیش استاد که میشناختش، به علامه امینی گفت شیخ نهازا جایز؟ این کاری که نمی کنن جایزه؟ این کار جایزه؟ علامه امینی فرمودند که انها ظال واجب، نه فقط جایزه بلکه این کار واجبه. چند سال قبل از یکی از مراجع بزرگ در اصفهان پرسیده بودند که قمه زدن چه صورت دارد. خدا رحمتش کند جمله خیلی زیبایی گفته بود، هم از مسئله فرار کرده و هم جواب شیوا و لطیفی داده بود. گفته بود این کار کار عشق است و مربوط به فقه نیست. اما قمه زدن، ما در این مدت عمر که 70 سال بیشتره ندیدیم مرجعی از مراجع فتوای به حرمت بده. دلیل علیت به جای خودش هست. بخشین بچه رو بردنش اینجا که دارن قمه میزنن توی روحیش تحصیل نمیذارن؟ نه خب این باید از حالا یاد بگیره که تو ادای امام حسین شرکت بکنه. خب من فکر نمی کنم این 10 سالش هم شده باشه با خون دیدن و اینا. نه خب اینا باید از همین بچه یاد بگیرن که برای امام حسین خون بدن، باید اینجور باشه، یه مسلمون یه شیعه باید اینجور باشه. ملاکی ما برداشتی غربی ها نیست، تو قرآن هم گفته لن ترزا انکل یهود ولا نصارا حتی تتبع ملت هم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن مگر اینکه شما به دین اونا دارن. اگه ما الان قمه زنی میکنیم بعد سیاه پوشی بعد سینه زنی بعد زنجیر زنی، بالاخره اونا دلشون برای دین ما نسوخته، کم کم سانسورش میکنیم. اونه چند وقت بیش پرتغاله نشون میداد کامیونای پرتغاله بر میشن میزدن به هم دیگه جشن میگرفتن، اونا عشقشون اون بوده، ما هم عشق حسینی اون همینه، مسخره نیست عشق. و خود مولا امام حسین سلام الله علیه شاهد است که آتالا بهادینی خودشون فرمودن روز عاشورا وقتی قمه زنا قمه زدند دیدم هر قمه زنی خیلی بیحاله، همون ملائکه زیر بغلشو گرفتن. خدایا تو شاهد باش راست میگم،
امام زمانم شاهد است که راست میگم. خدا میداند نوری را که من روز عاشورا تو غمزه احساس میکنم. به خدا راست میگم، نه در حج یه همچین نوری حس کردم، نه در تدریسم، نه در تحصیلم، نه در و نه در و نه در و نه در. آیت الله عظما بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است، او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. فرمان وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم است ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب از امسال قمه بزند. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله صاحب حسن اصفهانی متابعت کردن قمه زدن. منم دیدم، هم میترسم و هم بونیه قمه زدن و هنر قمه زدن ندارم. از طرفی هم مقلد سید بودم، صاحب حسن اصفهانی بودم، نمیخواستم مخالفت کنم، لباس پوشتم رفتم تو قمه زدن و اون لباس من خونی شده و نشستمش. آیت الله بهجت فرمود لباس قمزنی خونی را نشستم، نگر داشتم، وصیت کردم، گفتم با من دفع کنید. تو قوم تا حتی بعد از انقلاب چند سالی هم قمه میزدن و قشنگ صبح عاشورا میمدن تو خیابون و ظاهر میشن و میمدن تو حرم و حتی تو سر میمدن. وقت محمود رو گل پایگانی فرمده بودن که هر کنون بودن بیمارستان و پانسمان و باند و دارو و هرچی خواستن به عهده من. اصلا محمد شیرازی هم یه همچین برنامه داشتن، تقبل میکردن، کفن میدادند. اینا بچه نبودند، اینا چیز میفهمیدن. علامه امینی چیز حالش بود، استاد حسن اصفهانی چیز میفهمید، مراجع نجف چیز حالشون بود. Thank you.